خیلی سرسختانه درس میخوان، تو یک بجه شب دو بجه شب میشیش. میگفت ما باید چیز پانتون کابل موفق شوم. چرا؟ شما میگفت نمیتونین هزینه تحصیل مرا بتین، باید من موفق شوم. شبا میشیش درس میخوان، زمستان سرد نمیخوانه بود. 8000 روپه پیسه قبر ازی بوده، تنها یک قبر 8000 روپه قیمت از بود. خوی پیسه را ما یکی گرفته برش دادیم. بعد مادرش اینا گفت حالا که چی شده، خب مراسم از 10-15 سال شما میفهمید که روز سیر نان میکنن، مردم خیر خیرات میکنن. باز زنگ ده کدام از یادم و دامتیم زیدت کی اونج گریه که؟ ما گفتم احمد از من رفته دیم بازم چون جای مو تکسی مو رو پس او رو دنجی ده خانه که هم ناو دستیده. این دیگه همین تقاضا رو داشتیم که شاید همین مرز این باد نان بیته. مادرش هم یک خیلی یک آدم ضعیف و مستخور هم هسته دیگه. مثلا نیمی چیز در کسی که یک چیزهایی در باره از شهیده خداوان کنه که در افغانستان همین اخیرش باشه. برای خیلی کمک میکرد درس های من. جوان بود، بچه خوش اخلاق بود. میخواستم علمی این سال آخرشی بود درش درش خلاص شد و نامزد شد. دردم علمی بود که اولاد من بمیر نان چای و یک پیار بورست و بکسون مرتب دختر مرتب پانتون میرم. مثل دختر ها رو من یک لباس درست بر یادش نمی کردن. اون کالای لیلامی که بود، اون کالای لیلامی پتنه لیلامی بر یادش چپانه که دراز می کشید می رفت و می آمد. تیر شد، خدا هم را تیر می کرد. خدای آلمات می گه مولان ما خدا است. اولاد خدا ما از دست های ملای اولادای شما زنده باشه که شما ایداغ درد دل ما رو نبینید. شما خالق پاک خیلی دیگه تیر میشه زندگیست بیادر تیر میشه لگه. به نام پروردگار متعال و به یاد شهدا. همتانین ناظرینم سلام، امیدوار هستم در هر جای دنیا هستین جور صحتمند باشین. کریم اسیر هستم در یک برنامه دیگر در خدمت شما همتان عزیز. قرار است در این برنامه بریم به خانواده های شهدایی که در حادثه روز دوشنبه در دانشگاه کابل جانهای شیرین خود از دست دادن. 5 فامیلی که در این برنامه از طرف هموطنانم مورد کمک قرار می گیرن. البته این کمک ها صرفا به خاطر یک تسلیت و ای که هموطنان ما تنها نیستن و هموطنانی که در خارج از افغانستان هستن اونا هم در کنارشان هستن تهیه شده و قرار است که به دسترس 5 فامیل نازنینی که اولادهایشان در حادثه پانتون کابل از دست دادن به دسترسشان قرار بگیره. من سپاسگزاری میکنم از یک برادر ما از کانادا، مبلغ 48200 افغانی روان کردن. کاتبه رحیمی از کانادا 24750 افغانی، برادر ما قدیر حکیمی از جرمنی 30500 افغانی، برادر ما جاوید از استرالیا 14400 افغانی و همچنین برادر ما مسعود قدیری از جرمنی 7650 افغانی روان کردند که در مجموع پولی که جمع آوری شده مبلغ 25500 افغانی است که برای 5 فامیل قرار است به هر کدامشان مبلغ 25100 افغانی به طور هدیه از طرف از این هموطنان ما برشان کمک کنیم. البته به خاطر در این فضا ما بر شما انانس دادم، به خاطر که در فضای بیرون یکم مشکلات امنیتی است و من نمیتونم که قدر پول بر شما شمار کنم. در اینجا تمام پول 125500 افغانی را برتان شمار میکنم و برای هر پاکتی که بر اینجا برای فامیل های شهید جور کردیم مبلغ 25100 افغانی پاکت کرده و برشان در اونجا تسلیم خواهد کردم. پس یک بار پول حساب میکنم 125500 افغانی. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60 61 62 63 64 65 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 100 100 200 200 500 500 برای هر فامیل 25100 افغانی جدا میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 و 25100 افغانی. دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده نوزده بیست بیست یک بیست دو بیست سه بیست چهار بیست پنج هزار و یکصد افغانی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 همتنان نازنین، من میرم به طرف خانواده شهدا. پس تا آخر از این ویدیو با ما کنید. نسید
شهید زیبا که در راه علم و دانش در پوهنتون کابل در روز دوشنبه جان شیرین خود از دست داد. با پدر بزرگوارش هستیم و ما عرض تسلیت میگم برای خانوادهشان، برای پدرشان. الله متعال خریق رحمت داشته باشه شهدای ما را که در این حادثه جانای شیرینشان از دست داده پدر جان. میخوایم که کمی بیشتر راجع به خود، راجع به زندگی، راجع به زیبا جان که با چقدر نوازش بزرگشان کردین برای ما بگوین. زیبا دختر خیلی خوبی بودک، از خورترکی اصلا شا علاقه به مکتب نداشتک. بعد ما از اینجا بنابرای دلایل طرف غزنی رفتیم که کاربار ما اونجا شاید خوب باشه. اونجا رفتیم کار کردیم و ایرسان اول اونجا شامل کردیم با صنف دو سه رای در غزنی خواندک. در مغزنی اول نمرگی رای گرفتک. بعد از او آمدیم، بعد از صنف سه و چهار آمدیم در کابل. در کابل که آمدیم بودید مکتب ام البنین رفتیم اینجا به درتای خودید آمدد. یک قدر علاقه پیدا کرده بود که حتی این طفلای خورد به بازی و پارک رفتن و عروسی و مهمانی و اینا خیلی خوشحال هستم. این دختر نمیرفت، میگم من نمیرم، نه عروسی میرم نه چیز، فقط اما غم ازی درد ازی امی درس ازی بود. من باید درس بخوانم، اون وقتا نمیفهمید، فقط من درس بخوانم. بعدها که بزرگتر شد دارم و اول نمره عمومی از مکتب خود فارغ شد، به درجه علاق شادت نامش هم اونجا هست، رایی پانتون شد. خیلی سرسختانه درس میخوان تا یک بجه شب دو بجه شب میشیشت. میگفت ما باید چیز پانتون کابل موفق شدم. چرا شما میگفت نمیتونین هزینه تحصیل مرا بتین، باید من موفق شدم. شبا میشیشت درس میخوان، زمستان سرد نمیخوانه بودی. بالاخره نتیجه شمی که تمام زحماتش در پانتون گرفت، در پینجا وشتون نامش بود، چندم بود، اشتاد چندم گفته. اینه ما از اول رفته، من این در اشتاده بودم. خیر است، حال خوب شده که موفق شدی، همونجا ادامه بودی در سایت دارم، من خواه ادامه میتم. بعد این در سال اول خدا که تمام کرد گفت ما در چلو چندم رساندیم خدا، سال دوم خدا. ای سال دوم که ختم کردم برای من هم برش گفته بودم که بود در درجه نه، چون وقتی که اول نمره بود ما کده دیده که جنجال بودیم، یعنی اما هزینه که ای میخواست ما مثلا قلم میگفت، پنسل پاک میگفت، تباشیر میگفت، چی میگفت، چی میگفت، استاد ما هیچ چیز خواسته، هیچ چیز خواسته، و از باز مجبور بودیم فراهم کنیم چون که اول نمره بود، مسئولیت داشت. بعد که من از اون چیز خلاص کرده در پانتون که موفق شد خوشحال بود. باز در سای خدا کوشش میکرد، من گفتم تایی که در درجه نیایی که باز ما رو در کدام خرچ اضافی نندازی. نمیگفت که من خود انگوش نشان نمیتازم، اگرچی میتونم یک دوتا مقاله نوشته کنم و بسیار مشهور شدم در پانتون، اما این کار نمیکنم، همینطور نرمال در تایی ما پیش میدارم. بعد از شهادتش من فهمیدم که امسال سوم دوم نمره شده که باید میرفت درس های خودی آمده که چهار پنج روز درس خوان یا نخوان که نتیجه شمی شهید. شهادت از دیام که اتفاق افتیده ما خب چیز نمیکنم، من خودم یک کراچی بان هستم، کراچی او میوه دارم. ما همی کرایه تکسی و اینا را که دنبالش میگشتیم نداشتیم، دنبال جنازهش یا دنبال زخمیش. خب بعد که جنازه را پیدا کردیم میره آوردیم در خانه، خب چیکار کنیم؟ حال روز سه میشه، فاتیاگیری میشه، 8000 روپه پیسه قبر ازی بوده، تنها یک قبر 8000 روپه قیمت ازو. خوی پیسه را ما از یکی گرفته برش دادیم. بعد مادرش اینا گفت حالا که چی شده؟ خب مراسم از افغانستان شما میفهمید که روز سه را نان میکنن، مردم خیر خیرات میکنن، این نان ازیره چی کار کنیم؟ اما گفتیم خب حال ما میشه از مردم بریم 20,000، 30,000 یا 50,000، 60,000 قرض بکنیم، این نان و مصارف بکنیم، اما خب بعد امی دادن داره، ما از کجا بیاریم باز امی قرض مردم؟ در این روز ساعت یک کنیم، ساعت یا دو ساعت که من پیدا میکنم، این از کجا برای این قرض مردم خلاص کنیم؟ ما نان نکنیم مردم همونطور. Huh.
مردم هست که هر کسی یک گپ میزنه، دختر از یا پیش از یا به قدر بود. چرا برایش نان نکدن؟ چرا با قدر با عزتی را نگرفتن؟ مراسم سهش فاتحش با تشکر میکنم از استادای پانتون آمده بودن، محصولین آمده بودن، همسون دیایش امین های که مرهم شد سر زخم استاد خود پانتون آمده بود، استاد پانزایش آمده بود. دیگه همین هست زندگی دختری که با هزار امید مثل یک مرد میخواست در پولوی مستوی چه همه پدر تو دعا کن و در سایم خلال شد. بعد استادایش برش نوید داده بود که تو اگر درس تا خلاص بکنی ما تو را همینجا باید استاد میگیریم، چون در سایم بود خیلی لایق بود. آمدی خوش خبری را برای ما داد، پدرم در سایم بخیر خلاص شد، ما در پانتون استاد میشم. ولی کاش اقتصاد ما خوب میبود که ما تا دکترای خود ادامه میدهد. همین استادی را قبول میکنم که برای شما یک کمکش دیگه بارو که خود نرسید. الله متعال شهادتش قبول حق بگردم. شهید است و خوشا به حالشان که شهید شدن. و واقعا سخت است آدم چی بگه، در اتو یک راه به شهادت رسیدن که راهی که پیغمبر خدا خودش ما را تشویق میکنه که برین ز گهواره تا گور دانش بجوین. اینا رفتن از گهواره تا گور واقعا که دانش به خاطر دانش. پدر جان الله متعال براتان صبر جمیل نصیب ده باشین سلامت. ما بعض وقتا برش میگوتیم دخترم اما پدر خوب برات شده نتونستم، نه زمینی تحصیل تا ما یا ساخته تانستم، نه وسیلی رفت آمده که پانتون میریم یا نه یک لباس خوب برد خریده تانستم، نه در خانه خوب برد زندگی جور کده تانستم. خب همی بود، جنگ بود، ماجرت بود. من میگفت نه تو پدر زمت هایی تکشیدی ای که چیزی جور نتانستی را ما میفهمیم، تو شب روز برای ما زحمت کشیدی، اما ای که نشده ما چیز نمیگنیم. همی کل به فقیرانی تو برای ما قصر است. دختر شکست خوشا به حال همچه یک دختر. پدر جان از حادثه چگونه خودت خبر شدی؟ من همون سر کراچیم بودم کار میکردم، یک وقت زنگ آمد بر من که زیبا در خانه هستم. من خبر ندارم من سر کراچی هستم. گفت که در پانتون انتحاری ها داخل شده. من دستی زنگ زدم برای گوشی خودش، جواب زنگ میخورد جواب نمیدادک. دو بار سه بار همی رقمی بود. ما براز او قبل از این گپا خودش تو شکایت داشت، میگفتی پانتون ما که میرم هیچ نه دسکول ما رو تلاشی میکنن، نه خود ما رو تلاشی میکنن، همون زنایی که تعذیف هست برای پالیدن همین زنا برای تلاشیشان همین ها میگفته قراش ایشته در موبایل خودم مصروف هستن. در وقت باشه اینجا اگه اتفاق میفته با ما هم با موبایل خود دیگه خودمانی برش گفتم اگه دیدی خدای ناخواسته یک وقت کدام اتفاق افتید خدا مثل مرده یک جای بند و تکان نخو شور نخو همونجا بمان قرار تا که ختم شود. مثل یک همون تشویخی مانند برش گفته بودیم. باز من که زنگ زدم گوشی رو نورداشم، من گفتم شاید یه همی کار کده کدام جای دراز خوابیده کسی متوجه نشود همون توصیه مرا گوش کده. اما برای مادرش زنگ دادم، من گفتم میشه خانه رفته باشه. این مادرش گفت چی گپ است؟ بیشتر بیادرش هم برش زنگ زد که زیبا خانه هست نی تو هم زنگ میدونی هیچ گپ نیست. من گفتم که همون تو زنگ دادم، من گفتم یک کارش داشتم نبوده که حالا مادرش نفهمه که چی گپ شد. مادرش دیگه در خانه بود، از خانه دیگه کس برش زنگ میدونه که در پانتون انتحاری شده. دختر تو در خانه است یا در پانتون؟ نه در پانتون است دیگه، از این خانه میخیزه طرف پانتون میره. گیره نمیمونم. من اونجا سر کراچی خبر شدم. باز تا چی وقت؟ تا 8 بجه شب ما دمی دروازه پانتون گایده ای دروازه گایده او دروازه. آمبولانس هایی که میبره اینا را میگم استاد کنه سعی کنیم اجازه نمیتن. میگم بانید که ما خودمو بریم در داخل کس اجازه نمیتن. آخر گفتن طرف 400 بستر بردن 8 تا دخترها و بچه ها را برین اونجا سعی کنیم.
مادر از اینجا یک تیکسی گرفتیم و رفتیم اونجا 400 بستر. چهار تا مرد بود، دیگه 6-7-8 آدمی دخترها بود. هر کدام از این رکم داخل چیزای کیسای پلاستیکی هم داخته بودم. سعیل میکردم، تاریکی بود، موبایل یک نفر برم داد، چراغش روشن کردم، سعی کردم که نیسو بگشت. در آمبولانس دو نفر رفتیده بود که جگر آدم تکه تکه میشد. مادرش هم میگفت تو برو سعی کن، من خو بخی وزم خراب شد. من دیده نمیتونم. و یک نفر اونجا دیده بود، جیغ کشیده رایی بود که بیگانه بود. و ما میگفتم اگه دختر خود به این وضعیت میبینه چی خواهد کرد. و مو خاطر خودم میرفتم میپالیدم. با دیدم که اینجا نبودم، گفتم دیگه کجا بردم؟ تب عدلی. از اونجا ما در تکسی رو باد کرا کردیم، آمدیم در تب عدلی. تب عدلی که رفتیم اونجا دیدم که داخل یکی سر انداختگیسته دیگه انگار کمی آسمان و زمین سر باد. جیگر گوشه ما رو گرفتن از پیشم، علم و دانش رو زیر خاک کردن. دختر من خودش یک تا معرفت، شرافت، درس، اخلاق، همه چی بود. ما را قناعت میداد. بعض وقتا که برم راش جر و بحث میکردم، چیزایی به من میگفت و باورم نمیشد که دخترم به یه حد رسیده که میتونه ما را قناعت بده. پدر این رقم هست، این رقم هست. شکر میکردم، شکر گرمی دخترم تا یه حد سواد داره، میتونه فردا برای چهار تای دیگه استاد شد و درس یاد بده یا سواد برشان بیاموزن. همین چیزایی را که برای ما میگفت برای دیگران بگویه. چقدر چیزا را ما از یاد گرفتم، چقدر چیزایی که من اصلا نمیفهمیدم او برای ما یاد میداد. پدر اینو تو رسینه تو رسینه حیف شد. الله مطال برتان صبر جمیل بده پدر. الهی آمین. خدا من تمام شهیده را ببخشه و بیامون. الهی آمین. پروردگار مطال بر تمام شهدای ما بهشت برین نصیب کنم. الهی آمین. ما فقط پدر جان ببخشی اگر عذیتت کرده باشم. نه خواهش بگم. ناراحتت کرده باشم. آمدن شما برای ما افتخار میبخشه، مرهم میشین به زخم ما، به درد ما، که یک نفر بالاخره آمد دروازه ما رو باز کرد. از ما احوال گرفته، جویای احوال ما شد. همین برای ما خیلی تسکین دهنده میشه. خیر ببینی. تشکر از اینکه شما زحمت کشیدین. بخیر باشین. خواهش میکنم. این وظیفه هر انسان است که در امت و حالات غم شریکی کنه و ما سپاسگزاری میکنم از او تعداد هموطنهای ما که امروز به نمایندگی از این هموطنها ما آمدیم که بر پدر بگویم که در غمت ما هم شریک هستیم. زنده باشه. چی در افغانستان چی در خارج از افغانستان هموطنهای نازنین ما هستند که در غم شما خدا شریک میدانن. از امون لحاظ یک هدیه ای را برای شما روان کردن در مقابل غمی که برای شما وارد شده. ای هیچ چیزی نیست، اما خواستن به می طریق اما غم شریکی خدا با شما نشان بتن تا از امی بتانین شما یک ختم یا یک خیراتی که میخواین بگیرین و اونا هم در ثواب شریک باشن. زنده باشن. این هموطنای ما پدر جان مبلغ 25100 افغانی را بر شما روان کردن که به نمایندگیشان ما آمدیم. به خیر سلامت باشین. الله متعال روح شهید زیبا جان در پناه و عصمت خود قرار بده و روح شاد باشه و دعا میکنیم که پروردگار متعال بر زخمی های از این رویداد هم شفای عاجل نصیب بگردانه. روح جوانایی که در امی صبح هم سه تن از جوانای ما را از دست دادیم، یماجان سیاوش. بیشتر خبر شدم یماجان سیاوش که جوان فعال. جوان فعال ما چی گناه دارن آخرین؟ بلیاز خدا همین طالب، تو طالب هستی، تو افغان ماستی، چرا باید این جوان ها را ما از دست بدیم؟ مفت چرا به نوکر خارجی ها میشین؟ چرا این جوان ها را میکشین؟ این آینده افغانستان هستن، چرا اینطور میکنن؟ آخر همین شما هم که بیاین حکومت را بگیرین و باز به همین جوان ها شما ضرورت دارین. همین هاست که باز امورات مملکت حکومت داری شما را پیش میبره. چرا باید این کار را بکنن؟ خب تشکر میکنم از این هموطنهای عزیزم که در خارج هستن، از هر جایی که کمک برای ما کردن.
خداوند خیرشان بتن، خداوند عجل برشان بتن. تشکر میکنم از تک تکشان. زنده باشید. اجر عظیم نصیب کنه برای جی هموطنا و بر شما هموطنان نازنینی که نشستین به پای صحبت های ما و درد دل ما. از شما هم تشکر. در ادامه برنامه هم با ما باشید. منزل شهید احمد علی، یک تن از جوانانی که در حادثه روز دوشنبه در دانشگاه کابل به شهادت رسید و فامیلش در عزای خودشان. ما امرای پدر و مادرش هستم و بیشتر راجع به شخصیت احمد علی از زبان پدرشان میخواییم بشنوام. پدر جان، اول خود تسلیت عرض میکنم، زندگی سرتان باشه. بدون شک کسایی که در راه علم و دانش بودن اونا شهید هستن و احمد علی هم از جمله شهدای زی حادثه است. میشه پدر جان شما راجع به زندگی احمد علی، شخصیت احمد علی که بچه چندومتان بود، راجع به احمد علی بر ما بگوید؟ احمد علی بچه پنجم، 4 سالی هسته. این بچه ریزه بود. احمد علی یک اخلاق بسیار خوب داشت. دمی خانه صبح که میماد مادر چطوری؟ چرا دیقی بابا تکنی؟ اونه کل شده بچم چطور شده؟ یه اخلاقهشی در خانه بود. در برادرهای خو خیلی خوب بود. این برادرهایشی از او کلانه، اما او کارگر خانه بود. تمام امکانات خانه را او میورد دیگه. اگه یا ما گفت که یک چیز بیاریم، ما گفت احمد توش کنیم. احمد در بیرون سره در قوم در خیش در دست کلن چه با اخلاق بود. سنف 4 بود که امسال خلاص میشد، که خلاص قیامت شد. این مزینج رفت دیگه عزیز جاد دیگه تو رو گفتن هم تو رو میفهم. از حادثه خودتان چگونه خبر شدید؟ از حادثه دیگه یا قدمون نگفت. یک وقت خبر شدم که همین دختر امادک، این دختر من در پلتون بود، یه امادک. یه امادک ما در پلتون دختر افتادم و یه مارزونی پس آورد که احمد جور تیاره، احمد کشیده خورده. در خانه که ما در شام شد، نماز خوانده، باز دامدیم در شار کار نمو که ما گفتم بیا بودی دیگه. باز رفته یک تکسی گرفته پیش پلتون رفته از کار آمونج جمع بود، گفت چیزی اینجا نمانده. بورن در 400 بیشتر. باز یک شو گفت که تو یک زنگ دمی 102 ده که چی میگه؟ باز ما یک زنگ زدم گفت کلن در 400 بیشتر اگه زخمیه. اگه شهیده کلن شد در 400 بیشتر بردون. باز اونجا متکسیل گرفتر رفته در 400 بیشتر. اما از کرام مار اجازه داد که بردم اینه 400 بیشتر. خانه شو بود. باز زنگ در کدام از یادم و دامتم زیدد که اونجا گریه کن. ما گفتم احمد از من را افتادیم. بازم چونجا مکسیم مورو پس آورد در اینجا در خانه که هم ناو رسیدن. اینی از خاصیت های احمد. احمد بچه خوب بود، دست میخوان. کدام گناهی نداشت. کدام عسکر نبود که در جبهه بودش. کدام صاحب منصب نبود که در جبهه بودش. هیچ چیز نبود، فقط طلاب بود دیگه. فقط درس میام خان، میماد در خانه. نه در کس در کدام ضرری رسنده، نه که مردم از چی ناراضه. همه مردم چیزی که بود، زن، مرد، دختر، از چی راضی بود. دیگه چیزی در نبود که او ریا کشتن و چیز که در نون یک طلاب بود، مروف درس میخوان، پس میماد. دیگه کدام چیز نداشت که او رو کشتن و که یه سای منصب بود یا عسکر بود یا دوزار دفاع یا امنیت خود. ایترا یهش نبود. من فقط یک طلاب بود دیگه. یعنی سال آخرش بود. یعنی از خواهد ستای احمد. خداوند روحش شاد بداره. و مادر جان
حتما احمد اولاد شیرین است دیگه. آبیش دیروز به سر قبر زوف کرد. احمد جان یک بچه خوب بود. احمد جان چه ترجایل نبود، یک بچه شکسته بود. بنده آزار نبود. هنوزم درس خمو رافت دیگه. چیز که نیکی رافت دیگه احمد. البته میده نصیب شو بود دیگه. خداوند روحش شاد داشته باشه. پدر جان از او زمان تا حالا از طریق دولت به خاطر کمک حداقل دلجویی با خانواده های شهدا چیزی صورت گرفته؟ نه نه هیچ، فقط دیروز فاتح گریش بود و وزیر تحصیلات عالی هم بود به نام عباس بصیر شاید بشه اونمو هم بود دیگه چهار دانه که نامشم یاد ندارم استادایش بود از پانتون اونمو هم بود یک تحصیلات گفت و رفتن دیگر یک دو سیاسر هم داد او خدا پیشا بیشم داد از پانتون دیگه دیگه هیچ کدام حرف بر از من کس درست به هر صورت ما بازم عرض تسلیت میگم و ما از طرف هموطنانم که از خارج از افغانستان اونا خواستن که امرو شما غم شریکی کنن و بر شما ای را بگویند که شما تنها نیستین و در غم شما اونا هم شریک هستن ما از طرف از اونا امروز پیش شما آمدیم تا یک عرض تسلیت کنم در کنار از او برای خانواده شهدا یک مقدار اونا کمک های را جمع آوری کردن یک هدیه را که حداقل اگر دست فامیل بند می باشه بدون شک در مقابل غمی که برای شما وارد شده این کمک ها هیچ چیزی نیست و یک کمک ناچیز است ولی با همی کمک خواستن که هم غم شریکی خدا همراه شما خدا وارد نگاه کنه از که باشه برای از مو زیاده خیلی باشین پدر جان این مبلغ 25100 افغانی از طرف هموطنای ما است که برای خانواده های شهدا روان کردن که خواستم بر شما تسلیم کنم خوب خدا وار نگاه خدا وار عمر بده خدا این حادثه را سر از وان نیره سر هیچ کدام افغانستان دیگه نیره الهی آمین یک صلح واقعی به که ما و شما میتر مک پیر شده همه شما یک چهار روز بر زندگی خود خو ادامه بده الهی آمین عمر از اون خود خلاص شد این بچه خود را بله الله متعال ازش میخواییم که یک آرامی را بیاره یک صلح را بیاره که دیگر شاید همچی یک حادثه در هیچ خانه نباشیم امیال در را مسیر را می آمدم از انفجار امروز صبح هم متاسفانه سه تن از جوانای بسیار رشید وطن ما را از دست دادیم یما سیاوش یکی از گرداننده های خیلی موفق برنامه های سیاسی افغانستان متاسفانه که در حادثه صبح امروز جان شیرین خود از دست داد و شهید شد و این داغ هیچ وقت از الله متعال میخوایم که در هیچ خانه دیگر نبره وطنداران نازنینم سپاسگزار هستم که شما در شرایط بسیار سخت برای هموطنانتان کمک میکنین از هموطنانی که کمک کردن هم یک دنیا سپاسگزار هستم در ادامه با ما باشین و اگر کدام سوالی کرده باشم که شما رو ناراحت کرده باشم تشکر زنده باشه خدا اونطور عمر بده جان جان زنده باشه مادر جان بخیر